پنجم خاتمه و مردم هرگاه بمیرند برانگیخته میشوند و دلیل این فرموده الله تعالی است ما شما را از زمین آفریدیم و به آن باز میگردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون میآوریم و فرموده الله تعالی و الله شما را همچون گیاه از زمین رویانید سپس شما را به زمین باز میگرداند و بار دیگر شما را خارج میسازد و بعدی برانگیختن حساب کرده می شود و طبق عملهایشان جزا داده می شود و دلیل این فرموده الله تعالی است و برای الله آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به جزای کارهایشان برساند و نیکوکاران را در برابر عملهایشان پاداش نیک دهد. بعث یعنی زنده شدن پس از مرگ را انکار کند و دروغ شمارد کافر می شود و دلیل این فرموده الله تعالی است کافران پین داشتند که هرگز برانگیخته نمیشوند. بگو آره به پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت برانگیخته خواهد شد پس به آن چی عمل میکردید خبر داده میشوید و این برای الله آسان است و الله سبحانه و تعالی رسولان را بشارت دهنده و بیمدهنده فرستاد و دلیل این فرموده الله تعالی است پیامبرانی که بشارت دهنده و بیمدهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران حجت برای مردم در برابر الله باقی نماند و اول آنان نوح علیه السلام و آخر آنان محمد صلی الله علیه و سلم است و او خط کننده پیامبران است و دلیل بر این که اول آنان نوح علیه السلام است فرموده الله تعالی است ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبرانی بعد از او وحی فرستادیم. همه مردم بیشک طعم مرگ را خواهند چشید و برای روزی بزرگ برانگیخته خواهند شد. این همان روز قیامت است و سپس حساب کرده شده و هر کس برای موافق عملش پاداش داده می شود. دوم کسی که قیامت و حساب کتاب آن را دروغ شمارد کافر می شود زیرا رکن از ارکان ایمان را منکر شده است. سوم نوح علیه السلام اولین رسول است و دلیل آن فرموده الله تعالی است ما به سوی تو وحی کردیم همان گونه که به سوی نوح و انبیاء بعد از او وحی کردیم اما اولین نبی آدم علیه السلام است و دلیل آن این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره آدم پرسیده شد که آیا او نبی است فرمود پیامبر است که به او سخن کرده شده است. آخرین پیامبران و رسولان محمد صلی الله علیه و سلم است. دلیل آن فرموده الله سبحانه و تعالی است. محمد پدری هیچ یک از مردان شما نیست بلکه او رسول الله و خاتم پیامبران است. پس بنابر هر کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت و رسالت کند دروغگو و کافر است. و هر کس نیز از این دعواگر را تصدیق کند مانند او کافر است و الله بر همه بندگان کفری به طاغوت و ایمان به الله را فرض گردانیده است ابن قیم رحمه الله فرمود و معنای طاغوت گذشتن بنده حدش را از معبود یا مطبوع یا مطاع می باشد و طاغوت ها بسیار است و اساس آنها پنج تا است یکم ابلیس لعنت الله دوم به کسی پرستیده شود و او راضی باشد. سوم و کسی مردم را به پرستش خودش دعوت کند. چهارم و کسی چیزی از علم غیب را دعوا کند. پنجم و کسی بجز به آن چی الله نازل کرده است حکم کند. و دلیل این فرموده الله تعالی است اکراه در قبول دین نیست زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت، بت، شیطان و هر موجودی طغیانگر کافر شود و به الله ایمان آورد به محکمترین دستاویز چنگ زده است که آن را گسستن نیست و الله شنوا و داناست و این معنای لا اله الا الله است و در حدیث آمده است اسلام اساس کار است و ستونش نماز و قلعه بلندش جهاد در راه الله می باشد و الله داناتر است و صلات و سلام الله بر محمد و اهل او و هم صحبتانش نازل باد. الله پیامبران و انبیا را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده است و
و همه آنها در دعوت به توحید و جنگیدن با طاغوت و شرک به همه نوعایش مشترک هستند. دلیل آن فرموده او سبحانه و تعالی است و در میان هر امت رسول فرستادیم، یعنی در میان هر قومی که الله را بپرستید، یعنی الله را یگانه بدانید، از طاغوت اجتناب کنید، یعنی طاغوت ها را یک طرف گذاشته و خود در طرف دیگر باشید. و این طرز بیان دلیغ ترین رویش برای هشدار و دوری از آنهاست که جزء از محقق ساختن عقیده بیزاری از شرک و مشرکان است. و الله سبحانه و تعالی بر همه بندگانش فرض کرده است که به طاغوت کفر ورزیده و به الله ایمان بیارند، و بعد قبل از این که به الله ایمان بیارند اول به طاغوت کفر بورزند، سپس کسی که به طاغوت کفر ورزیده و به الله ایمان آورد. و طاغوت هر چیزی از معبودها مانند سنگها و درختها یا پیروی شوندگان مانند عالمان بد یا اطاعت شوندگان مانند امیرانی که از اطاعت الله خارج شدند هستند که بنده به وسیله آن از حد تجاوز میکند. طاغوت‌ها بسیارند و سران آنها پنج تا هستند. یکم ابلیس، لعنت الله بر او باد. در اینجا شیخ از بابی خبر دادن او را لعنت میکند. دوم و کسی که پرستیده میشود و خودش نیز راضی است کی پرستیده شود. سوم و کسی که مردم را به سوی عبادت خودش دعوت میکند. چهارم و کسی که ادعای چیزی از علم غیب کند. پنجم و کسی که حکم به غیر چیزی نازل کرده الله تعالی کند. در حکم به غیر آن چیزی که الله نازل کرده است تفصیل وجود دارد. یکم کفر اکبر است. اگر اعتقاد کند که حکم بشر مانند حکم الله یا از آن بهتر است، کفر اکبر است. دوم کفر اصغر، کسی که اعتقاد نماید که حکم بغیر نازل کرده الله باطل است اما این کار را به خاطر هوا و هوس یا به خاطر دوست داشتن ریاست یا اسباب دیگری انجام می دهد. امام ابن قیم رحمه الله جهاد را به چهار مرتبه تقسیم کرده است. یکم جهاد نفس، به علم، عمل، دعوت کردن در راه الله و صبر می باشد. دوم جهاد شیطان، به ترک شبه ها، شرک و بدعت و شهوت ها مانند گناهان کبیره و صغیره می باشد. سوم جهاد کافران و منافقان، به قلب، زبان، مال و نفس می باشد. چهارم جهاد ظالمان و مبتدیان و منکرها، به دست، زبان و قلب می باشد. خاتمه، بر هر عاقل واجب است که در این کتاب عظیم به خاطر شامل شدن با اصول بزرگی که هر انسان در قبرش به آن احتیاج دارد اندیشه کرده و به آن عنایت خاص داشته باشد. این ذکر شده ها و الله داناتر است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.